خدا رو شکر چند تا کار در واقع من با تلویزیون دارم کار میکنم. خیلی از دوستانی که تو شهرستان ها میدیدیمشون گله داشتن از این که نیستی تو تلویزیون و من واقعیتش میترسیدم از تلویزیون به خاطر فراگیریش. خودت میدونی من یه ذره با این مسئله مشکل دارم، شناخته شدن و این حرفا یه ذره کلن اذیتم میکنه به خاطر کاراکترم که آدم خجالتی هم، برعکس اون چیزی که شاید خیلی از دوستان تصور کنم، ولی بالاخره دیگه اتفاق افتاد دیگه. بله طنزه. آره میگم من همش میخوام یه به آقای ساما میگفتم من میخوام طنز بازی کنم، یه کمدی بزن بکوب بازی کنم. بعد میام سر کار میبینم اینجوری نیست. حالا تو این کار داریم جبران میکنیم و ایشالله تو سریال خانم مرجان اشرفی زاده هم یه نقش کوتاهی قرار باشه. به به، بسیار عالی. فکر میکنی این سریال طنزه باعث بشه که برای هادی جزیفر تو سینما پیشنهاد کار طنز بیاره؟ برنگ عجیبه که من از همون اولم پیشنهاد طنز داشتم. جدی؟ چه جالب. جدیت هم یه ذره مسخره به نظر میرسه و خیلی پیشنهادهای طنز داشتم. خودم دوست دارم، فکر میکنم که هنوزم اون کاری که دلم میخواد در واقع حضور نداشتم توش که بتونم یه ذره اختیار عمل بیشتری داشته باشم توی نقش. فکر میکنم بلدم. یکی از چیزایی که خیلی از در واقع بیننده های این برنامه اولا که خیلی زیاد میگفتن هادی جزیفر دوست داشت، دوست مهمون باشه، دوست دارن یه ذره از عقبه در واقع شما بیشتر بدونن. بله. به هر حال شاید بچه‌ای که در تئاتر یا کسایی که تو کار هنر هستن بدونن عقبه شما رو، ولی خب به هر حال از فیلم ایستاده در غبار و بعدش شاید در واقع این اتفاق دیده شدن افتاد. اگر دوست داریم بله خواهش میکنم. ولی خب من تئاتر رو خیلی جدی از مدارس در واقع که شروع کردیم، من همون سال 71 که خونمون توی میانداب بود، من اولین اجرای عمومی خودم رو در مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان داشتم و دیگه از اون سال به خاطر رسیدم به جشنواره فجر، جشنواره تئاتر فجر، ما دیگه از شهرستان کار میکردیم، جشنواره استانی، منطقه‌ای و در نهایت فجر و من بکوب کار کردم واقعا تا سال 77 که بالاخره دیپلمم رو تونستم بگیرم، چون من کنکور قبول میشدم دیپلم نمیتونستم بگیرم و یادمه که خدمت سربازی بودم تو سازمان زندان ها رو برجک، من خوندم همزمان، یعنی داشتم تخلف میکردم تو برجک، نباید درس بخونی، ولی من به جبران همه سالهایی که درس نخوندم دیگه تو اون چند ماه خوندم، دیپلم گرفتم و با رتبه 22 اومدم دانشگاه تهران. باری کرده. آره. یادم رفقان پارچه پلاکارد زده بودم اون از این بنرانم نبود، آره، راهیابی هادی جزیفر به فنا. بکنم دومین نفر بودم که از خوی بارد دانشگاه هنرهای زیبا شدم تو اون تایم. بعدش خدا رو شکر بچه ها زیاد اومدن. بعد لیسانسم رو گرفتم دانشگاه تهران. بعد در تمام این سال کار کردیم دیگه بهرنگ، یعنی بیرحمانه کار کردیم. ولی خب من همیشه آدم امیدواری بودم، من بیشتر توی کارگردانی در واقع کار کردم، بازی هم زیاد داشتم ولی بیشتر کارگردانی. یک اتفاق خیلی عجیب و ساده باعث شد که من اضافه بشم به ایستاده در غبار. فکر کنم از 100 نفر تست گرفته بودن و به منم که میگفتم، من میگفتم من اصلا شبیهش نیستم، یعنی چند بار که با من تماس گرفت درنا گفت حالا بیا یه تست بده، رفتیم قبول شد و الان اینجاییم دیگه. زندگی دوستش دارم به خاطر اینکه دراماتیکه، برای من که همیشه اینجوری بوده، یعنی هیچ مرحله از زندگیم اینطوری نبوده که صاف رفته باشه، یعنی رفته پایین اومده بالا. تو لحظه سخته ولی بعد که مرور میکنی میبینی بازم همین رو انتخاب میکنی، یعنی پر از مخاطرات، پر از اتفاقات خوب و بد در نهایت. من معتقدم هر کسی تو هر سطحی بخواد امید رو از یک نفر بگیره، یعنی بزرگترین جنایت رو کرده. از قتل به نظر من بدتره. اینی که ما فکر نمی کنیم یک کلمه، یک جمله ما میتونه چه تأثیری تو زندگی یک آدم داشته باشه.